انواع گزینه‌های مختلف رو روشون دارن که با همشون میتونید کار کنید که به اون صدای مورد نظرتون برسید. بعد از این میاد توی این قسمت کابینت و نحوه قرارگیری میکروفون ها رو نشون میده روی این امپ و شما میتونید به این شکل جایگاه میکروفون ها رو عوض کنید. نوع میکروفون ها رو حالا بهتون میگم چجوری عوض کنید. مثلا اول از همه این امپ شکلش به این شکله، یعنی اون بدنش، چون میدونید که بدنه یک امپ، اون امپ چوبی توی صداش خیلی تاثیر داره و به این شکل شما میتونید بدنه های امپتون رو عوض کنید. ولی یک نکته توجه داشته باشید که اگه مثلا اینجا میاد بدنه امپ رو عوض میکنید، این نوع امپ عوض نمیشه و میاد یه جوری صدای مثلا این یکی امپ، مثلا این بدنه امپ اورنجه ولی این امپ فندره، میاد اینا رو با هم سیمولیت میکنه و وقتی من گزینه مچ رو میزنم دوباره میاد گزینه اصلی، یعنی اون امپ اصلی رو کنار این قرار میده. پس این نکته رو توجه کنید و من میخوام خود این بدنه امپ اصلی کنارم باشه و از این طریق میایم اون اسپیکر هاش، یعنی اون باند هاشون رو میایم مثلا مدل های مختلف عوض میکنیم که یه سری مدل های معروف و مدل های مختلف هم اینجا داره. مثلا من بریت وینتج میذارم، بریت انیورسری میذارم و هر کدوم دوباره یه صداهای خاص خودشون رو تولید میکنم. الان با همه اینام ور میریم یه دور صدای همشون رو میشنویم و اینجا قسمت یکی میشه میکروفون ها رو عوض کنیم. مثلا اون میکروفون داینامیک منو نسبت به اسپیکر میاد جاهاش عوض میکنه دقیقا به این شکل که میبینید. من جاهاشو میتونم عوض کنم، عقبش عقبتر میارم، نزدیکتر میارم، بالاتر میبرم، نزدیکتر میبرم. اینا همه کارهایی که مهندسین صدا باش آشنا هستن. دوباره میتونم نوع میکروفونم عوض کنم و از این طریق همشو میشه عوض کرد. و این همون میکروفون دومی است که من عوض میکنم و شکل و شمایلش هم به این شکل عوض میشه و جایگاهش هم دقیقا به این شکل میشه عوضش کرد. و اینجا نوع رومی که من دارم رو انتخاب میکنم و مثلا اینجا استودیو آدرین وینیو داریم و بوف داریم که اصلا دیگه هیچ صدای بکگراندی تو اینجا نداریم و تو این بیگ لایف روم و وینیو اینا یه ذره برگشت صدا داریم. باز بستگی به نوع کاری که میخوایم بکنید یک کدوم انتخاب میکنید. من همیشه مثلا این بوف رو انتخاب میکنم چون که صدایی که میخوام ضبط کنم دوباره هر تغییری که بخوام بدم و از خود ایبلتون و کارهای دیگه میتونم انجام بدم و نیازی به این برگشت صدای مثلا وینیو اینجا ندارم. و اینجا هم دقیقا میتونید مثلا صدای میکروفون ها و ولیوهاشون رو تغییر بدید، مثلا پنینگ بهشون بدید و کارهای دیگه که لازم انجام. مثلا صدای روم، این میکروفون های روم رو بهتون نشون بدم، اینجا اینا اشاره نکردم. این میکروفون های روم رو هم دقیقا به این شکل با انتخاب روم میتونید عوض کنید و به همین ترتیب از اینجا هم تو میکسر بیاید مقدار صدایی که وارد میشه رو عوض کنید. خب حالا دور تست کنیم ببینیم که با عوض کردن هر کدوم از این المان ها چه جوری صدا عوض میشه. دقیقاً به همین ترتیب تمام گزینه ها و المان هایی که اینجا هست رو میان شما عوض میکنید. ولی برای شروع کار آهنگسازی کلا اصلا توی این قسمت کابین A زیاد نیاید ور برید با این المان ها، چون اصلا به درتون نمیخوره زیاد اولها، چون که قسمت میکس و مسترینگ که کار دستتون نیست این مطالب زیاد براتون مهم نباشه. فقط شما توی این قسمت امپ و این قسمت استامپ و این قسمت های رک بیشتر شما کار دارید.
و حالا که الان وقتش رسید این قسمت بعدی هم یه سری یونیت های دقیقا مثل یونیت های قبل امپ هستن که شما میتونید بدید فونتا. فرقشون اینه که هر تغییری اینجا انجام میشه بعد از صدایی که از امپ اومده بیرون، دیگه شما صدای قبل امپ رو اینجا تغییر نمیدید. یعنی شما تو اینجا هر صدایی که قبل از امپ بعد از تیونر میاد رو شما دارید تغییر میدید و اینجا صدای محصول خارجی که از این کابین A گرفتید رو کلا شما میاد عوض میکنید و هر کدوم دوباره مثلا اینجا ریورب و کورس و همه رو میتونیم امتحان کنیم ببینیم که چه صدایی میدن. دقیقا این هم المان هایی هستن که مثلا با توجه به اون یونیت، مثلا یونیت دیلی، المان های مثلا دیلی تایم و ماد و فیدبک و فیلتر و میکس و و همه این چیزایی که مربوط به هر یونیت میشه رو روشون دارن و در برای همه این المان ها مثلا دیلی و ریبر و کوروس این سه تا یونیتی هستن که توی آهنگ سازی خیلی بهمون کمک میکنن، خیلی بهمون ایده میدن. اینا رو حتما اگه نمیدونید توی کامنت بذارید و جلوتر هم حتما براش یه دونه ویدیو درست میکنم که در برای این سه تا یونیت بدون توضیح بدم، چون که بی نهایت اینا رو استفاده میکنیم. و دیگه چیزی که میتونم بگم در برای این برنامه اینه که الان دقیقا این شماتیکو که دیدین به این شکل، دقیقا میتونید یه شماتیک دیگه حالا با یک نوع دیگه ای که میبینید اینجا خودش گذاشته، یعنی یک نوع تقسیم بندی حرکت یونیت ها، میتونید توی کانال دیگه داشته باشید. الان مثلا توی این کانال دو روش مسیریابیشون یه فرقایی با هم داره که میتونید مثلا با توجه به اون کاستومی که خودتون مد نظرتون هست، مثلا اینجا دوتا استامپ میان توی دوتا امپ و اینجا مثلا شما دوتا صدای استریو دارید و هر کدوم که کارهای خاص خودشونو میکنن، که من همیشه از این حالات یک استفاده میکنم، چون که کاری که همیشه من نیاز دارم و لازمه که انجام بدم اینه که میام صدا رو از امپم انتخاب میکنم، مثلا یه امپی انتخاب میکنم و حتی اینجا اون استودیوی مورد نظرم هم انتخاب میکنم و دیگه کلن اصلا رکارم همه رو میبندم، خاموششون میکنم، اصلا امتیشون میکنم و ضبطم رو میکنم و اون هر چیزی که میخوام انجام بدم رو بعد توی برنامه خود ایبلتون انجام میدم موقع میکس مسترینگ. و همه این چیزایی که دونه دونه خودتون تعیین کردید رو در نظر داشته باشید که تا حالت دیفالت بود. حالا از اینجا میتونید کلیک کنید، خودش یه سری حالت‌های کاستوم و حالت‌های مثلا مختلف رو قرار داده. مثلا من دایموند نسان رو میذارم، میبینیم که توی استامپ اول یه دونه اووردرایو گذاشته، یه دونه کورس گذاشته، بعد این امپ رو انتخاب کرده، بعد توی کابینت مثلا اینجا گذاشته و توی رک مثلا حالا هیچی نذاشته. حالا این خیلی نوع ساده‌اش، بذارید من یه سری حالت‌های باحال و کامپلیت ریگ های خاص افیکسی داره که مثلا توش انواع افکت ها و کالای مختلف رو کرده. مثلا تو اینجا اومده یک یونیت امبسدر گذاشته و از امپ متالید امپلیتیوب خودش استفاده کرده و اینجا هم اینجا گذاشته و اینجا اومده یک تیپ کامپرسر گذاشته، یک تب دیلی گذاشته و به همین ترتیب که هر کدوم دوباره یه صداهای خاص خودشونو دارن. و گزینه‌های دیگه که در برای این برنامه میتونم بگم، مستره که مهمه، این صدای خروجی آخریه رو کنترل میکنه. و این قسمت نویز گیتش که مثلا شما یه ترشهولد میذارید و هر صدایی که به پایین تر از مثلا 33 دیبی تو اینجا باشه رو رد نمیکنه. تا
ترشولد توی حالت هایی به هم به دردتون میخورید که موقعی که امپ بالا با گین زیاد استفاده داشتید میکردید، مثلا این صدای زز میده رو شما اون ترشولد اونا رو حذف میکنید، هر موقع که امپ شروع کرد به کار کردن از اون استفاده میکنید. این اینپوت رو هم که با این اینپوتی که مثلا اینجا هست مقدار این تمام چیزایی بود که میشد در این برنامه گفت. قسمت های دیگه هم داره ولی اصلا قسمت دیگه رو به کارتون نمیاد، مثلا این تمپوش که برای خود قسمت ضبط کردنش هست که کلا الان ما داخل برنامه ضبط کننده هستیم دیگه، نیاز به این برنامه برای ضبط کردن نداریم. همه قسمت هایی که لازمه بدونید در این برنامه رو بهتون گفتم و خودتون هم با همه المان هاش ور برید، نگران نباشید اگه مشکلی برای این برنامهتون پیش اومد حتما بهتون کمک میکنم که به حالت اول برش گردونید، پس با خیال راحت همه قسمت هاشو کار کنید باهاش و ببینید که با این برنامه چه کاری میتونید بکنید. جلسه بعد در قسمت های مختلف برنامه امنیسپیر باهاتون صحبت میکنم. حتما توی این جلسه یادگیری ساز با گوش رو تمرین کنید، چون که جلوتر وقتی که رسیدیم به بحث ریکوردینگ و اینا به اون نیاز داریم که حالا فعلا من چند جلسه آینده درباره جزئیات این برنامه‌ات میخوام توضیح بدم که دقیقاً همین برنامه اومنیسفیرم قسمت‌های مختلف خودشو داره که نیاز به توضیح داره. درود دوستان، فعلا روز خوبی داشته باشید. اگه میخواید از ما حمایت کنید ویدیوهای ما رو توی یوتیوب و اینستاگرام شیر کنید که ما با گرفتن مخاطب‌های بیشتر بتونیم ویدیوهای با کیفیت‌تر درست کنیم. بدرود، روز خوبی داشته باشید.